خب دوستان، تفاوت ترمزهای فیک با ترمزهای اصلی. الان یه ترمز فیک، حالا فیک نگم بهتره دیگه، از برند زوم اومده، برند زوم، ایکس پارک، برند نات، تا جایی که میتونید روی دوچرخه‌تون، حتی دوچرخه جاینت هم بود، کردن دن جدیدن ترمزهای نات و ترمزهای لوگان نصب میکنن. به محض اینکه خرید، سعی کنید ترمز رو بندازید دور و ترمزهای شیمانو یا تکتر رو ببندید. حالا این دوستمون که اومده اینجا ترمز زوم رو داره استفاده میکنه با کالیپر خاصی که دارید اینجا میبینید. ببینید اینجا تو دوچرخه‌های ترمز شیمانو و تکترو ما اینجا تبدیل شیلنگ رو داریم و هیچ تبدیل دیگه نیازی نیست. یعنی شما با دو تا سرنگ آمپول هم شما خیلی ساده میتونید اینو تعویض روغنش و هواگیریش رو انجام بدید. ولی وای به اون روزی که ترمزتون ترمزای نات، زوم یا ایکس پارک یا لوگان یا هر ترمز فیک دیگه که ماشاءالله کم هم نیستن تو بازار داره میزنه. الان اینجا دقت کنید، ما اینجا این پیچ رو که باز کنیم، لطفا پیچ رو بهشون نشون بدید دوستان. این پیچ رو که اینجا ما باز کنیم، روغن از اینجا تخلیه میشه. ببینید این روغنش الان تمیز بود. خب روغنش نیاز به تعویض نداشته، نه که دوستان رنگ زرد روغنش هنوز هست، ولی متاسفانه روغن کم کرده. که برای این روغن کم کردن چاره‌ای نداریم جز اینکه کل روغن تخلیه شه و دوباره از پایین روغن بزنیم. خب دوستان، ما الان اینجا به شما نشون دادیم ترمزهای شیمانو داره به چه صورت کار میکنه. ولی اینجا تو ترمزهای زوم ما چاره‌ای نداریم جز اینکه کیت هواگیری رو تهیه کنیم. این کیت های هواگیری تو کلیپ های قبلی که این بالا دارم براتون میذارم، اونجا میتونید کامل ببینید. تو کیت های هواگیری ما چند تا تبدیل داریم که این تبدیل ها رو میتونید به هم دیگه وصل کنید و عمل هواگیری روی هر مدل ترمزی رو شما انجام بدید. حتی ترمز های انگلیسی و هوپ که واقعا هواگیریش نسبتا کار هر کس نیست، ولی با این تبدیل ها ساده تر براتون میشه. خیلی ساده، روغن رو ما از اینجا وارد میکنیم تا روغن اضافی از اینجا خارج بشه. هر چقدر حباب بیشتری از اینجا خارج بشه، عمل هواگیری شما ساده تر میشه. شما روغن رو که وارد کردید، یه مقدار اضافه تر روغن بذارید داخل این بمونه هواگیری شده. خب بعد که اینجا رو باز کردید، چون چاره ای ندارید، به محض اینکه میخواید پیچ رو دوباره داخلش ببندید، این رو باز کنید، یه مقدار از اون روغن خالی میشه. پس سعی کن حتی امکان به اندازه نصف این قیف داخلش روغن باشه که وقتی که داره از این ور تخلیه میشه، دوباره خود نکه از سمت کتیتون هوا وارد سیستم ترمز نره که هرچی کاشتی پنبه میشه. تا ویدیوی بعدی، بدرود.